به جز بله بفرمایید. نکنید در ادامه تضعیف دولت نتانیاهو، راستگرای نتانیاهو که الان چند ساله با چپگرایان و نوماکسیست ها و پروگرسیف ها و لیبرال دموکرات های افراطی روبرو هست، با 5 کارزار انتخاباتی که یک نه بزرگ به نتانیاهو گفته بودند. جناب لیبرمن که خودش اصلا میشه گفت به اسلاموفوبیا داشت و با تروریست ها و پشتیبان تروریسم نبود، چپ یهو از راست افراطی به چپ افراطی تبدیل شد به خاطر پرونده سازی هایی که برای ایشون کرده بودن که راهش رو جدا کرد از نتانیاهو. همینطور گیدئون سار اومدن با گروه جنرال ها که گنس باشه، اشکنازی باشه، بوگی یعلون باشه و غیره، اینها بیان یه گروه رو ایجاد بکنن که در اون اهود باراک به دنبال نافرمانی مدنی باشه و گروه خلبان 555 رو ایجاد بکنه با کمک رسانی از دولت کلینتون گرفته تا دوران بایدن که طرفداری از پولهای هنگفتی که در کتاب متن پلگ آمده حدود 1 میلیارد شکل، یعنی 300 میلیون دلار اتحاد اروپا و لیبرال دموکرات های افراطی و چپگرایان برای اینکه دولت سایه اسرائیل رو به گونه ای روی کار که میدونستیم که وجود داره که بتونن با یک نافرمانی مدنی سرکشی که در قبال هیئت دولت داشته باشن، نه فقط اینی که به هر حال دوستان مطرح کردن که الان به دنبال یک وحدت ملی هستن که بتونن دولت ائتلافی با اپوزیسیون چپگرای اسرائیلی ایجاد بکنن، خود بنت لپید و اخوان المسلمین دولت یک سال و نیم روی کار بود به دنبال باج دادن بود و پروتکشن دادن بود، 10 برابر آنچه که برای رویارویی با ایران گذاشته بودن و جمهوری اسلامی و بر فناوری های هستی اون گذاشتن 1.6 میلیارد دلار، 16 میلیون دلار برنامه داشتن و که بیان و باج بدن برای پروتکشن که وضعیت رو ساکت نگه دارن، کاری با کار اسرائیلی نداشته باشن، که اینها ادامه دن که به هر حال به کجا انجام میده. آخر کار با یک کارزار انتخاباتی 64 در مقابل 46 قرار گرفت و راستگرایان در کنار مذهبیون ملی برای در کنار یکدیگر هستن با 64 از 120 نینی که از کرسی که در اختیار هستن، ولی چپگرایان و دولت در سایه اسرائیل، من اشاراتی درباره از 4 روز برنامه تلویزیونی اشارات خیلی مسائل دولت در سایه اسرائیل رو داشتن که برای یکایی که دوستانی که در کنگره هستن فرستاده و میفرستم، اگر دنبال بکنید به زمان فارسی از روی فیسبوک آویهای رحیمی شما میتونید یافت بکنید و روی یوتیوب الوین 2600 میتونید اون رو یافت بکنید، ولی بحث ما بحثی هستش که در حال